آمریکا انهدام موشکی یک ماهواره توسط روسیه را غیر خواند. ناتو هم آن را ماهی نگرانی دانسته. روسیه میگوید آمریکا حاضر نشده پیمانی در زمینه منع استقرار تسلیحات در فضا و نظامی شدن فضا امضا کند. گیتارگن و جزئیات بیشتر. دوشنبه روسیه به طور آزمایشی یکی از ماهواره های خودش رو با موشک مخصوص این کار منهدم کرد. تونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در یک توییت این اقدام رو غیر مسئولانه دانست و اون رو محکوم کرد. به گفته نت پرایس سخنگوی بلینکن، تا کنون آزمایش باعث به وجود آمدن 1500 قطعه درشت زباله و هزاران قطعه کوچکتر در مدار زمین شده این آزمایش خطر متوجه فضانوردان آمریکایی و روسیه مستقر در ایستگاه بین فضایی و دیگر فعالیت فضایی بشر را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داد سازمان فضانوردی روسیه در توییتر نوشت که ایستگاه فضایی در منطقه سبز هست. به دیگه بدور از خطر همکنون در ایستگاه فضایی هفت فضانورد هست چهار آمریکایی یک آلمانی و دو روسی به گزارش خبرگزاری رویترز ناسا سازمان هوافضای آمریکا میگه بعد از آزمایش روسیه به این فضانوردان دستور داده شد دو ساعت در کپسول فضای متصل به ایستگاه پناه بگیرند جدای از این خطرات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به نکته دیگه هم اشاره کرد رفتار خطرناک و غیرمسئولانه روسیه امکان استفاده از فضا در بلند مدت را به خطر می اندازد و نشان می دهد که ادعای مخالفت آن کشور با استقرار سلاح در فضا واقعی نیست. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگه این آمریکاست که با امضای پیمانی در زمینه تسلیحاتی نکردن فضا خودداری میکنه. آنها سالهاست که پیشنهاد روسیه و چین را برای تدوین پیمانی جهت جلوگیری از رقابت تسلیحاتی در فضا نادیده گرفتند. به نظر میاد آمریکا خواهان امضای پیمان نیست. اما جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگه آمریکا خواهان وضع مقرراتی در این زمینه هست. دبیر کل ناتو هم در بروکسل آزمایش روسیه رو غیرمسئولانه دانست و معتقده که علاوه بر خطراتی که اکنون این کار ایجاد کرده نشانه مسئله دیگه هم هست نشان می دهد که حال روسیه سرگرم تولید تسلیحات جدیدی است که می توانند ماهواره ها را از بین ببرند مقامات ناسا قرار روز چهارشنبه در جریان سفر از پیش تعیین شده خودشون این موضوع رو با مقامات روس در میون بگذارن. روسیه در بهار گذشته هم آزمایش مشابهی کرده بود. اولین تست از این نوع 62 سال پیش توسط آمریکا صورت گرفت اما اون زمان وجود ماهواره در فضا یک امر نادر بود. گیتا آریان صدای آمریکا